رسمیم. کلمه اخلاقی حول حضرت معصومه، حول قوم تشیعش و حول آینده و چجوری ینبغی ان یکونه. اما حضرت معصومه اینجوری که صاحب قوانین در اون سوالات و جواباتش نوشته، صاحب قوانین چند تا کتاب داره، یکیش قوانین در اصول، یک کتاب هم داره در به اصطلاح جامعه الشتات، اسئله و عجیبه ای که از این شده، کتاب خیلی پرفایده ای هم هست. در اون کتاب صاحب قوانین دو تا روایت نقل میکنه که حضرت معصومه قبل از حضرت رضا از دنیا رفتن، حضرت معصومه به جهت ملاقات حضرت رضا و به احتمال من به امر حضرت رضا متوجه به ایران شدن. بعد به قوم که رسیدن از دنیا رفتن، چند روزی هم بیشتر در قوم نبودن. و این حسب دو تا روایت صاحب قوانین در جامعه الشتات قبل از فوت و استشهاد حضرت رضا بود، در همین جام دفن شد. این حرف صاحب قوانین در جامعه الشتات. یه تاریخی بود، تاریخ مربوط به عراق. من اون تاریخ را دیدم، در اونجا نوشته بود که حضرت رضا را مأمون زهر داد و کذلک حضرت معصومه را مأمون زهر داد. یکی از چیزهایی که این خلفای جور داشتن همین حرفایی که خلفا بهش میگن ترور. هر کی میتونستن ترورش میکردن با شمشیر، هر کسی که نمیتونستن ترورش میکردن با زهر. اولش هم معاویه بود که کشت آقای مالک اشتر را به سبب زهر در عسل. بعدم که شنید مالک اشتر کشته شده، خیلی با افتخار گفت ان لله جنودا من عسل، خدا یک ارتشی هایی داره از عسل، یعنی همون عسلی که زهر کرده بود برشو داده بود به جناب مالک اشتر. اما اونجوری که خدا میخواد، مالک اشتر الان قبرش در مصر هست و مزاره و زیارتگاهه. معاویه قبرش حتی در سوریه نیست، یعنی زبالدانیه که منم این زبالدان خودم رفتم دیدم که بهش میگن این قبر معاویه است. حالا کل حال اون وقت بعد از معاویه هم خلفای دیگه همین راه را یاد گرفتن، چون راه خیلی آسونیه. اینجوری که در این کتابه نوشته بود، در عراق کتاب عربی نوشته که حضرت معصومه را مأمون عباسی زهر داد و الا ما هم حسب تاریخ سراغ نداریم که چرا حضرت معصومه از اون رفتن. حضرت معصومه یه خانم مخدره کم سنی بودن، حالا شاید 18 سال شاید 20 سال همین عمرشون بود. هیچکی هم ننوشته که ایشون سابقه کسالتی داشته باشن. این کتاب عراقی نوشته بود که حضرت معصومه را مأمون عباسی زهر داد. یه خبر سیومی هست و اونه که بعضی ها نوشتن و اون اینه که در دفن حضرت معصومه و حضرت معصومه خیشقوم اینجا نداشتن، خیشقوم مرد محرم شاید نبوده باهشون، شاید، یا اینکه خیشقوم مرد محرم مگر بوده باهشون. خب حضرت معصومه زن خیلی مجللهی هستن. بعضی ها نوشتن که دو تا اسب سوار در وقت دفن حضرت معصومه حاضر شدن و این دو نفر نقاب پوش که نشناختنشون و محل قوم، این دو نفر حضرت معصومه را دفن کردن. این نوشته شده. من احتمال دیدم، حالا ممکنه آقایونم تتبع کنن و پیدا کنن، که این دوتا شخص یکی حضرت رضا بوده و یکی حضرت جواد.
یا یکیشون حضرت روا بوده و یکی برادر حضرت روا، چون حضرت روای عده برادر داشتن. احتمالا حضرت روا و حضرت جواد بودن، یا احتمالا حضرت روا و برادر حضرت روا بوده. یعنی احتمال این هست، اینا به احتمال صرف احتمال. حالا کل حال حضرت معصومه یه روزی قطعا شهید شدن در اثناء سال. بعضی ها اون روز رو امروز نوشتن، بعضی خیلی نادر. این از باب علم اجمالی لابعثه انسان یک تعظیمی بکنه از حضرت معصومه، چون تعظیم های این نحو از شعائر الله. این یه دونه مطلب. یه مطلب دیگه به نسبت به قوم در ماضیش، قوم همه میدونیم که در زمان خلیفه دوم فتح شد، یعنی ایران مطلقا در زمان خلیفه دوم فتح شد. به ایران چطور شیعه شد کلام در اینه، چون خلیفه دوم که با تشیع فاصله زیادی داشت. تشیع ایران اونجوری که من از تطبعات فکر کردم و به نظرم رسیده، در ایران پنج موج تشیع درست شد. یک موج اول، یک موج دوم، یک موج سوم، یک موج چهارم و یک موج پنجم. موج اولش در زمان خود حضرت امیر بود. در زمان حضرت امیر، چون حضرت امیر حاکم مطلق بلاد اسلامی شدن و هممون میدونیم که حضرت امیر علیه السلام یه حکومت فوق العاده بزرگی داشتن که یک جزءش ایران بود. این حکومت حضرت امیر از لیبیا شروع می شد، لیبی تا خوزستان شوروی به اصطلاح، که یک حکومت به این پهناوری بوده. خب یه جز این حکومت هم ایران بوده. در زمان حضرت امیر، حضرت ضد دویم ایرانی ها را به چشم کل مسلمین نگاه می کردن. دویام یک تمایز شدید قائل شد بین عرب‌ها و بین عجم‌ها. این مفصل در تاریخ عرض کردم، من بخوام مجمل اینا رو صحبت کنم نه مفصل. دویام از جمله ایرانی ها رو به مدینه را نمی داد، گفت نه باید بیان مدینه. از جمله ایرانی ها رو درجه دو قرار داده بود، میگفت عرب درجه یک و ایرانی درجه دوست. ما یه تفصیلی که حالا در تاریخ داره، ما نمیخوایم همه تفسیر را بگیم. عثمان هم بر طریقه همون دویوم بود، یعنی باز ایرانی ها در زمان عثمان هم قیمتی نداشتن. حضرت امیر که آمدن، قانونشون همون قانون قرآن بود، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، همون حرفی که پیغمبر روز اول زدن، لا فضل العربی على اعجمی الا بالتقوا. اگر کسی اتقا باشه این افضله، میخواد عرب باشه میخواد عجم باشه. بنابراین علی هذا ایرانی ها دیدن این که خب این حاکمی است که میتونه عدالت بکنه. حالا قطعا نظر از امامت حضرت امیر و اینها، مردم همه طبیعتا عدالت میخوان. عدالت یکی از اسباب عدالت تساوی مردمه. من چون در قوم دنیا آمدم افضل باشم از اون کسی که در اصفهان دنیا آمده، ولی چی نداره این؟ یا من چون در اصفهان دنیا آمدم افضل باشم از کسی که در قوم دنیا آمده، این معنی نداره. من چون لغتم فارسیه یا لغتم عربیه از اون یکی دیگه افضل باشم، این معنی نداره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این میزان صحیح، یعنی میزان کفاءات به اصطلاح، نه اینکه میزان قومیت و ملیت و حدود جغرافی و اینا میزان نیست. حضرت از اولی که به حکومت رسیدن، اون قانونی که پیغمبر وضع کرده بودن و دوم و سیوم در خلافش عمل کرده بودن، این رو حضرت برگردن به همون قانون پیغمبر. اول این هر مدتی طول نکشید که بتونه کاری بکنه، غیر از همون قصه هایی که داره، یعنی بین عجم و عرب و اینها هنوز چیزی نبود و هنوز در دستگاه مسلمین عجم ها وارد نشده بودن. بعد دوم و سوم اینها عرب و عجم درست کردن و تمایز قائل شدن
و عجم را طبقه دو قرار دادن، عرب را طبقه یک. حضرت امیر که آمدن گفتن عجم و عرب فرق نداره، هر دوشون یک طبقه هستن، هر دوشون نکرمکم عند الله اتقاکم هستن، و عملا این کار را کردن. حضرت عملشون این بود، یه وقتی حالا سخت قصه در تاریخ داره که ما نمیخواییم این قصه ها رو بگیم، فقط میخواییم حول قوم صحبت کنیم، یک صحبت مختصر. اولی که حضرت امیر علیه السلام آمدن در کوفه، عاصمه‌شون بود، کوفه جمعیت زیادی داشته، بعضی نوشتن 6 میلیون جمعیت داشته کوفه و 10 فرسخ بزرگیش بوده، یعنی در حدود 60 کیلومتر بزرگی کوفه بوده، طول کوفه بوده. در اینجا به عجم و عرب یک جور نگاه کردن، یه جور شخصیت قرار دادن، یه جور پول بهشون دادن که عربان خیلی ناراحت شدن از حضرت امیر، چون امتیازاتشون از بین رفت، امتیازاتی که اول دویم بهشون داده بودن. دو تا زن آمدن پیش حضرت امیر فقیری کردن. حضرت به خادمشون گفتن که هر کدومی از این دو تا زن 20 دینار و یک کر گندم بده. کر همی کرایی که هست، کر چون یک وزنی بوده، یک به اصطلاح کیلی بوده. زن عربه به حضرت امیر گفت من عربم، این عجمه، چطور شما من و اینو با همدیگه مساوی قرار میدید؟ حضرت فرمودن انی لم اجد فی کتاب الله فضیلتن لبنی اسماعیل علی بنی اسحاق، چون این که عجمه از بنی اسحاق، اسحاق پسر حضرت ابراهیم، عربا از بنی اسماعیل به اصطلاح که پیغمبر اسلام از بنی اسماعیل. حضرت فرمودن من کتاب خدا را که خوندم دیدم این که بنی اسحاق پایین تر از بنی اسماعیل نیستن، یعنی عربا و عجما مساوی هستن. یعنی بود از عربا موقعش تلخ شد، اما هر دوشون به یک قدر حضرت امیر بهشون جنس دادن. از امتیازات که عمر قرار داده بود این است که نباید از ایرانی ها دختر گرفت و نباید به ایرانی ها دختر داد. این از کار عمر بود. حضرت امیر که آمدن کوفه، اومدن ایرانی ها شکایت کردن به حضرت امیر، چون ایرانی هم زیاد داشت کوفه، چون کوفه بلاد ایرانی ها بود، یعنی ایرانی ها اطراف کسرا هست در بغداد و عراق بس ایرانی ها بود، لحاظا ایرانی زیاد بود در عراق. ایرانی ها اومدن پیش حضرت امیر رو به حضرت امیر عرض کردن که امیر المومنین، یه عربا به چشم مساوات و برادری با ما نگاه نمی کنن. حضرت موقع چون تلخ شد و آمدن مسجد و عربا جمع کردن، یه خطابه برایشون خوندن که این کار صحیح نیست و عربا هم حرف حضرت امیر رو گوش ندادن. حضرت امیر به ایرانی ها گفتن حالا که اینها به یک چشم با شما نگاه نمی کنن، کار شما این است که در تجارت وارد بشید، تا تاجر بشید، تا پولدار بشید، وقتی پولدار شدید آدم ها شما رو احترام می کنن. این هم روایت داره. و حضرت امیر خود چون تقسیم بیت المال را بین عرب و عجم مساوی تقسیم میکردن، لذا ایرانی ها اون وقت دیدن این که واقعا اسلام صحیح اینه، از همون وقت اینا مرید حضرت امیر شدن. چون عدالت حاکم سبب این میشه که شعب و ملت مریدش بشن. این اول موج تشیع بود در ایران، اما خب موج خیلی ضعیفی بود، چون حضرت امیر مدت کمی داشتن، 4 سال و کسری حکومت در حضرت امیر. موج دویوم تشیع که محل شاهد ماست، قوم شیعه شد در موج دویوم تشیع. قوم عبارت بود از یک از این قلعه های کوچک یهود و مجوس، قلعه های پراکنده بود در زمین قوم که اینها مال یهود بود و مال مجوس بود. در زمان بنی امیه یمن شیعه بودن، چون یمن را حضرت امیر مسلمان کردن و لهذا از قدیم یمن شیعه شد و تا الان هم یمن شیعه هستن، فقط شیعه های زیدی هستن. یعنی اینکه زیدی ها، یمن 25 میلیون جمعیت داره، حدود نصف ایران یمن مجموعا. اینجا اینا میگفتن بعد از پیغمبر حضرت امیر و بعد امام حسن و بعد امام حسین و بعد امام زین العابدین و بعد زید ابن علی ابن الحسین، زید پسر علی ابن الحسین علیه الصلاة و السلام. لذا بنی امیه دیدن این که این یمنی ها شیعه هستن و مرکز تجمعشونه،
و این مرکز تجمع خطری توجیه میده به بنی امیه که ضد علی ابن ابی طالب بودن، و لهذا جماعت زیادی را از یمن تبعید کردن به یک جای به قول فارسی بیغوله که قم باشه، چون قم وقتی چی نبود؟ یه زمین بیغوله بود. اتفاقا قم هم کویره، همه تون میدونید به جای صحرای به واده غیر زیزر بود اون وقت. اینجا که اینا پرت بشن در یه جایی که ازشون کاری بر نیاد و راحت بشن بنی امیه از دست شیعه ها، اشعریینی که تا حالا تو قم هستن اینا یمنی هستن، بنی امیه اینا رو فرستادن قم و در قم اینا تشیع درست کردن، و لهذا شاید اول شهر ایران که شیعه شده قم باشه، و بعد از قم هم کاشان شیعه شده، و سرش اینه کاشان قریب قم بود، چون قم به اصطلاح شیعه که آمدن زیاد کش و زرع کردن و فعالیت کردن و دهات اطراف رو شیعه کردن مثل صابه و آوه و اینجور جاها، و تا کاشان این دوتا شهر تقریبا اول شهریه که شیعه شده. این موج دوم تشیع بود در ایران. موج این وقت این قصه در زمان بنی امیه شد، یعنی خیلی قبله. موج سیوم تشیع موج بویهیینه. بویهیین اهل دیله، اهل مازندران اینجاها بودن، اینا شیعه بودن. وقت اینها در هزار سال قبل هستن، اینا آدم های شیعه بودن. اینا یه تیکه ایران دست اینها بود، مثل شیراز و نواحی فارس و تا خوزستان و اینا دست بویهیین، غیر از عراق هم دستشون بود. اینا یه موج سیمی از تشیع درست کردن که صدوقین و مفید و مرتواب و رقی و ابن الجنید و اینها اینا در زمان بویهیین بودن، و اینها قوت تشیع را در ایران درست کردن در موج سیم تشیعی که آمد به ایران. موج چهارم تشیع را در ایران آقای علامه خلی درست کرد که در زمان شاه خدا بنده باشه. علامه خلی آمد ایران و با شاگرداش هم آمد ایران، شاید ده ها شاگرد داشته علامه وقتی آمد ایران، یه چند تا کتاب هم در ایران نوشت و این فعالیت کرد ایران با قدری که توانست شیعه کرد. این موج چهارم تشیع در ایران. اما خب هنوز اکثر ایران سنی مونده بودن. موج پنجم تشیع در ایران را صفویین درست کردن، یعنی پنج اون کسی که ایران را شیعه کرد کلن اینا صفویین بودن به معاونت جماعتی از علما مثل مجلسی اول و مجلسی دوم و میر فندرسکی و شیخ بهایی و اینجور اشخاص. اینا ایران را تشیع درست کردن. سنی هم خیلی فعالیت کردن که باز تشیع ایران از بین ببرن، از بین نرن تشیع ایران، و سرش این بود که مجلسی ها و شیخ بهایی اینها متعقب کردن شیعه را، یعنی کتاب نوشتن، کتاب نوشتن و مباده و بحث اینها قهرن فرهنگ را اینا عوض کردن. ولی دا غربی ها میگن این که یعنی جماعتی از غربی ها و از سنی ها میگن اصلا تشیع زایده شده صفویینه، زایده شده نیست، واقعا واقعا اینه که اینها فرهنگ شیعه رو پخش کردن. قهران فرهنگ سنی ها در مقابل فرهنگ شیعه ها قوت نداره، بلهادا اینا پیش رفتن. این موج پنجم تشیعه که قوم در موج دوم شیعه شد، یعنی شاید اقدم شهرهایی که شیعه شدن در عراق کوفه بود. این در زمان خود حضرت امیر شیعه شد. بعدم بنی امیه خیلی فعالیت کردن که کوفه را از بین ببرن، همه کار کردن نتونستن، کوفه شیعه موند به اصطلاح. بعد از کوفه اول جایی که شیعه شد در ایران حسب اطلاع ما قومه، قوم شیعه شد، و قوم هم صدوقین بودن و این دستگاه علی بن ابراهیم بود و همین آقایونی که معروف هستن به اصطلاح محدثین و اینها. این کلمه دوم حول ارتباط با حضرت معصومه و ارتباط با قوم که تشیع قوم از اون وقت شروع شده، از اون وقت هم مونده همینجور تشیع قوم. بله گاهی وقتا کم و زیادی می شده، اما اینکه نه یک مدینه شیعی شد قوم. شهرهای دیگه ایران مثلا تهران مورخین نوشتن تمامش سنی بود،
سنی شافعی بودن و سنی حنفی بودن و همیشه بین این دو طایفه حنفی و شافعی جنگ‌های شدید بود. اما اینکه قوم نه، هم چیزی نبوده. قوم از اول شیعه شدن، از اولی که مسلمان ها آمدن درش که همون اشعریین و یمنیین باشن، در تشیعش باقی بود. این کلمه دویم گفتیم سه کلمه صحابه، یک کلمه حول حضرت معصومه که قبل گذشت، یک کلمه حول قوم و تشیعش، کلمه سیم حول فعالیت در قوم. شما بلعظه می فرمایید این حرم حضرت معصومه که من مشرف شدم یه وقتی خیلی مناسب با قوم و تشیع نیست. من تصورم اینه باید فعالیت بشه، حرم حضرت معصومه بزرگ بشه به حدی که 1,000,000 زائر بگیره. مردم خیلی علاقه به دین دارن، یعنی حتی اون آدمایی که در عملشون هم بیدینن، یعنی فرض کنید نماز نمیخونه یا بالعیاذ بالله شراب میخوره، دین یه چیزی مربوط با روح مردمه. روح را هیچ کارش نمیشه کرد. یعنی همون زن سربرهنه ای هم که زن به اصطلاح دور از آبادیه، بل به حضرت معصومه علاقه داره. یا همون آدمی که در آخر پاکستان یا افغان یا هند یا در آخر فرض کنید سوریا و لبنان یا در بلاد غرب و اروپا، باز وقتی شیعه است یعنی به حضرت معصومه این علاقه داره، یعنی به اهل بیت این علاقه داره. اینا مربوط به روح مردم هستن. شما همتون دیدید دیگه، این شوروی 70 سال مردم را جهت دین کشتشون. 70 سال، نه شاید یه روز دو روز نیست، یعنی 4 جیل عوض شده. چون 70 سال شما حساب کنید، جد اعلاتون تا شما 70 سال طول میکشه تا شما شدید، یعنی جد اعلاتون و بعد جد دویمتون و بعد پدرتون و بعد شما، یعنی 4 جیل در شوروی عوض شد. ما وجود این همچی که فشار از بین رفت، همه برگشتن به دینشون، یعنی مسیحی ها برگشتن به دینشون، یهودی ها برگشتن به دینشون، مسلمان ها برگشتن به دینشون، شیعه ها به تشیعشون. پیش خود من در همینجا خیلی از شوروی آمدن، خیلی از مسلمان های شوروی به اصطلاح، تو دیدم اینا همون شیعه های مثل ما هستن، فقط تفاوت شد اینه که اینا چون مبلغ کم داشتن یه قدیش داره نمیدونه. نه اینکه تشیع کم شد یا اسلام کم شد در شوروی و اتحاد سوفیتی. کلام در این است وقتی همچین جایی باید لائق کار داشته باشه. تصور ما اینه که مثلا حرم حضرت معصومه باید بزرگ بشه به حدی که اقلن 1,000,000 جمعیت خود حرم بگیره. ما تصورمون در آیت قوم این است که باید یک حرمی داشته باشه حضرت معصومه که 1,000,000 جمعیت بگیره، بزرگ باشه. ما کم جام که نیستیم، جا پون زمینش کمه، لحاظا مجبور طبقات بکنه و کارا رو به هم دیگه بپیچونه. ما از جا تا تهران مسافت داریم، از جا تا عراق مسافت داریم، از جا تا اصفهان مسافت داریم، از جا تا نمیدونم فرض کنید این که کاشان مسافت داریم. زمین و وسیع خدا است. به تصور ما باید در مستقبل کن یه حرمی حضرت داشته باشن اقلا 1,000,000 جمعیت بگیره. خب کی پولشو میده؟ مردم خلق الله. مردم اینقدر پول حاضرن واسه دینیات بدن که حد نداره واقعش. حتی زنا حاضرن کلای دست در بیاره و بده واسه دین. باور کنید اگر یه طرح اینجوری ریخته بشه که قوم حرم حضرت معصومه 1,000,000 جمعیت بگیره، 3 ساله همه مردم پولشو میدن. این آقای بروجردی رحمت الله علیه این محصولشو با پول مردم درست کرد. بعدم مردم پول زیادی دادن، کاربردی گفت دیگه نمیخوایم ما، پول شده قد کافی شده. این مسئله اعظم، این یه دونه موضوعه که بعد در قوم در مستقبل بشه انشاءالله. موضوع دوم نواقته. واقعش اینه که اسلام مثال نواقته. هممون هم شنیده من نواقتو من ایمان. خود نواقت یه بحث فقیری داره که الان ما نمیخوایم تو این بحث بریم. باید شهر قوم شهر پاکیزگی و نظافت باشه. باید یعنی هر کی میاد ببینه چه شهر خوب، چه شهر پاکیزه. مسیحی ها یه چند تا چیز اسلام گرفتن رفتن جلو، چند تا چیز اسلام رو. یه روز ما داشتیم تو کویت با ماشین یه جای میرفتیم،
یه محله داره کویت به نام شرقه، محله آذر نیست اینجا سالانیه، اسم محله شرقه. داشتم از شرق من میرفتم تا الان هم هستش این محله، دیدم در یه خیابون یک سیل بشر، شاید اونقدر که من دیدم 3-4 هزار نفر بودن شاید، این جماعت تمام خوش لباس، تمام یعنی لباس خوبش رو پوشیده، همه فوا را پر عطر کرده، تمام فوا خیابون اصلا بوی عطر بود. اینا دارن از جای در میان. خیلی تعجب کردم با اون کسی که تو ماشین ما نشسته بود، یعنی راننده ما بود، به این راننده گفتم این که یه نفر کویتی بود، گفتم اینجا کجاست؟ گفت اینجا کلیسه است. گفتم به چمون اصلا روزی شنبه است. گفت هر روزی شنبه همینجوره. در کویت مسیحی کویتی کم هست، اما مسیحی کارگر زیاد هست، خیلی زیاد مسیحی کارگر هست، شاید 50-60 هزار مسیحی کارگر باشه. وقت اینا روزای شنبه بهترین لباساشون رو میپوشن، بهترین افرار میزنن، میان تو کنیسه بزرگ جلسه، من ندیدم داخلش رو اما خیلی بزرگ گفتن هست، و خود کنیسه گلکاریه. بعد گفتن همین رفقای ما به مردم شربت و شیرینی و بیبسی و بستنی اینا میدن. کسی که میاد میبینه این مظهر دینه، قهرن همین جذبش میکنه دیگه. اگر شما خود شما یه جای برید اینجور ازتون احترام کنن، اینجور شربت و بیبسی بدن، اینجور بوی خوش باشه، اینجور تمام لباسهای پاک، هفته دیگه هم میرید دیگه، طبیعی موضوعه، هفته دیگه هم میرید. واقعش اینه که با اینکه نظافت جز دستگاه اسلام بوده و اونا بعد از ما گرفتن، غالبا غربی ها که پیش رفتن چون از ماها یاد گرفتن، فقط ماها خودمون ول کردیم، اونا گرفتن موضوع را. یه موضوع پس این است که باید در قم مثال نظافت باشه. یعنی یه دونه آدمی که میخواد یه جای پاکیزه را ببینه، یه جای مثالی را ببینه، بیاد به قم ببینه. کار دست ماها هست دیگه، چون پیغمبر فرمودن کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیته. این دو جهت، یه جهت قوم که باید بشه، اینا بعید هم نیست شدنش، هر کسی اگر گفت این کارا میشه، اینه که از برای مهمان خانه ها، مهمان سراها، آدم هایی که میان از خارج، قوم خیلی علاقه مند داره، حضرت معصومه خیلی علاقه مند داره، هر چی شیعه تو دنیا هست علاقه به حضرت معصومه داره، جز واضحاته حضرت معصومه، ولی ما احوالشون را نمیدونیم، اما 3 تا امام فرمودن منظاره ها وجبت له الجنه. این خیلی حرفه، شیعه معتقدی به این حرفا هستن، این حرفا تو تمام کتابای ما پوره. ما معتقدیم که معصومین هر چی بگن صحیحه، هر چی بگن 100% واقع. ولهذا اگر اینکه ما فرض کنیم شیعه های دنیا به قول انور سادات، انور سادات رئیس حکومت مصر بود، گفت شیعه های دنیا نصف عالم هستن، یعنی نصف عالم اسلامی هستن، اگر این صحیح باشه، و ازهر قبل از مدتی نوشته بود که مسلمان های دنیا 1,600 میلیون هستن، یعنی 1,000 میلیون و 600 میلیون هستن، این معناش این است که شیعه ها چقدر میشن؟ شیعه ها میشن 800 میلیون. 800 میلیون بخوان بیان قوم، چه قوقایی میشه تو قوم؟ اینم یه چیزه باید در مستقبل قوم ملاحظه بشه. حرم حضرت معصومه، نظافت و گلکاری و درختکاری و اینجور چیزها، پاکیزگی. سیوم هم جاهای پذیرش زرداری که میان به اصطلاح. چهارم هم این است که باید زربار که میاد تو قوم با تبلیغ برگرده. مردم خیلی محتاج تبلیغ هم، خیلی زیاد. خب این آقایی که میاد تو قوم یا این خانمی که میاد تو قوم، خب چی زاد روحی و توشه روحی از قوم میبره با خودش؟ غیر از این که باید تبلیغات جا مرکز تبلیغات باشه، به تصور من هر مرجع تقلیدی در قوم باید یه رادیو تلویزیون داشته باشه، یعنی فرستنده داشته باشه که این مرتب تبلیغات صحیح بکنه. شروع شد باطلها تبلیغات صحیح مرتب داره، ما حقها نباید تبلیغات صحیح داشته باشیم. اگر فرض کنید در قوم 10 تا مرجع تقلیده، فرض کنید تو حوزه بهشون اعتراف داره،
هر کدوم یه رادیو داشتن، یعنی فرستنده، یه تلویزیون داشتن به اصطلاح. وقت جوان ها فاسد می شدن، جوان ها منحرف می شدن، نه. و هر کسی مشغول تبلیغات و فعالیت و نشریه و پوستر رو که هر کی آمد اینجا با یک زاد روحی از اینجا بره، با یک تبلیغات از اینجا بره. واقعش اینه که ائمه ما علیهم السلام و معصومین من، یعنی پیغمبر حضرت زهرا که مجموعاً 14 تا هستن، اینها بالاترین جهات دینی و دنیایی مردم را تأمین میکنن، جهات روحی و جهات جسمی را. یه رفیقی داشتیم ما در عراق، حالا مطلبون خلاص میکنم، یه رفیقی داشتیم رفته بود پاریس، وسی من خودش نقل کرد فرانسه، گفت که یه روزی صاحب خانه ما به من گفت یک عقد هست وسی دو تا مسیحی در کنیسه، تو هم دلت میخواد بیای ببینی؟ گفتم بله. این چیه این به اصطلاح؟ گفت ما رفتیم کنیسه، این عقدها را مسیحی ها تو کنیسه هاشون میکنن ها، که ما هم باید عقدامون رو تو حرمامون بکنیم، تو مسجدامون بکنیم، که ارتباط به خدا نزدیک بشه. اینا ارتباطه، اونا ارتباط ها رو فهمیدن، اینجوری ارتباط درست کردن. گفت رفتیم در کنیسه و دیدیم بله کنیسه همه آمدن، زن و مرد و همون چشمی که اونا هستن، دو اینجا پر اینجاست. و بعد دیدم این که ملاشون که به نصف عقد بخونه، اون صدر مجلس نشسته رو تخت، همش تخت و کرسی. گفت جناب ملا اول کتاب مقدسشون رو باز کرد، این تورات انجیل را که پر تحریفه، اول چند تا آیه از این خوند و سه مردم بیان کرد. گفت بعد از این آمدن واسه هر کسی از اینایی که نشسته بودن یه منشور دادن، یه اعلامیه دادن، یه اعلامیه اخلاقی که این وقتی میره خودش زاد روحی گرفته اینجا، بعدم اونو تو خانهش ببره، زن و بچهش زاد روحی بگیرن، یه اعلامیه دادن. دفعه سیوم آمدن واسه هر کسی شیرنی آوردن، شیرنی گذاشتن. دفعه چهارم هم آمدن یه دختر و پسر، هر کدوم یه سله باهشون بود، سله بزرگی، یکی پر گل بود سلش، یکیش هم بی گل بود سلش. جلو هر فرد فردی گرفتن یه گل بهش هدیه میکردن، یه گل کوچیک. اونو گفتن تبرع الکنیسه، وزی کنیسه تبرع کن، هر کی دلش میخواست هر چی میداد، یکی یه تومن میداد، هر چی تومن اگر بود، تومن نیست اونجا فرانک، یکی 10 تومن، یکی 60 تومن، یکی 50 تومن میگفت. میگفت این پر پول شد، پر پر پول شد. بعدم جناب آقای قسیس یا کاردینال هر کی بود که عقد رو اجرا کرد، رفتن بیرون. چون میبینید از یه عقد اینا چقدر استفاده میکنه، استفاده کرده، الان بهشون تبلیغات کرد، استفاده کرده تبلیغ بهشون داده که بودن منزلاش با اعلامی و منشور، استفاده کرده ازشون پول ازشون گرفته واسه یه چیز، واسه کنیسه استفاده کرده، ازشون عقدشم خونده، ازشون مربوط به کنیسه کرده. غربی ها که پیش رفتن واقعش این است که معجزه که اینا نداره، اینا درست میکنن از سوزن تا هواپیما. ماها درست نمی کنیم، ما مسلمان های 1600 میلیون از هواپیما درست نمی کنیم تا سوزن. اینا معجزه که نکردن غربی ها، غربی ها یک قدری از مناهج اسلام گرفتن تطبیق کردن. حضرت امیرم 1400 سال قبل فرمودن الله الله فی القرآن لا یسبقنکم بالعمل به غیرکم، نکنه غیر قرآن را بگیره آقای دنیا بشه، شما قرآن را ول کنید، گوشتتون هم باید از اروپا بیارن، گوشت توشت خوردنی ها، گوشت خوردنی ها از اروپا میارن دیگه، اما اون میدونید برنجمون از اروپا میارن، روغنمون از اروپا میارن، همه چیزمون. خب این چطور چرا اینجوری شده؟ این سرش همینه. لهذا باید قوم، حالا این مطلب مفصلیه، لهذا باید قوم مرکز تجدید روحی بشه. شما ببینید در این عیدهایی که میاد، که حتی عید نوروز و عید دیگه، عید غدیر، عید فلان، قوم پر جمعیت میشه، ماشینش سوار شده، کارش تعطیل کرده، بازن بچهش اومده قوم، بعد این چه زاد روحی میگیره و میره؟ یه جنت در دیوار میبینه، حرم هم میره کارو خوب میکنه جزاه الله خیرا، زیارت هم میخونه، نماز هم میخونه، اون میره. کجا روحیه این؟ اینا میتونن یک دنیای رو روشن بکنن. همه اینا میان تو همین کندخا میان و تو همین منزلا میان و تو همین صحن و حرم مقدس میان و تبلیغات صحیح کتابتی و زبانی باشه، چه خدمتی است به بشریت
در مادیتشون و در معنویتشون. هممون تجربه کردیم دیگه، ما همه روحانی هستیم. صحبت تأثیر بر مردم میذاره، کلام تأثیر میذاره، کتاب تأثیر میذاره، اعلامیه تأثیر میذاره، پوستر تأثیر میذاره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.